فضای مجازی پر شده از تصاویر قبل و بعد، قبل از عمل، بعد از عمل. با این حال، عملهای جراحی لاغری به دلیل عوارض بعضاً جبران ناپذیر یا منجر به مرگ در این سالها واکنش برانگیز شده است. بیشتر زنان سوژه عملهای زیبایی و مخاطب تبلیغات آن در فضای مجازی هستند. تبلیغات الان داره چی کار میکنه؟ فضای در واقع مجازی و در واقع اینترنت در واقع چقدر مؤثره در گسترش این ایده هایی که در واقع مبتنی بر استانداردسازی بدن زنان هست؟ و در واقع میگم زنان با یه عرصه مواجه هستن که از سمتی داره بر سازوکارهای بیولوژیکشون مثل فرزندآوری، مثل ازدواج، مثل بلوغ، مشخصا دولت ها دارن براش قانون های مشخصی تعیین میکنن، مثل سقط جنین، بکارت و همه اینها. و از سمت دیگه این در واقع کارکرد بیولوژیک حالا کارکرد در واقع زیبایی شناسی هم پیدا میکنه. یعنی زنان همواره باید سوژه میل دیگری باشن. من فکر میکنم که همه اینا در واقع یک ربط خیلی پررنگی به نسبتی که جامعه امروز ما به خصوص زنان با بحث پدرسالاری دارن در واقع متصل میشه، به خاطر اینکه از زنان در واقع خواسته میشه که مبتنی بر اون استانداردهای موجود رفتار بکنن. از ابتدای 18-19 سالگی اضافه وزن سر و کلش تو زندگی من پیدا شد، اما هیچ وقت برام مسئله نبود. رژیم گرفتن خیلی به لحاظ روحی روانی آدمو اذیت میکنه، مخصوصا اگه غیر اصولی باشه، حتی اصولیش هم آدمو اذیت میکنه. چون که تو اصلا چه شکلی باشی، چاق باشی، لاغر باشی، چه حجمی رو اشغال میکنی، در مورد همه اینها در واقع در مورد قضاوت قرار میگیری. و خب ما نمیتونیم در همین شرایطی از آدمها بخوایم که خیلی روحی قوی داشته باشن، خیلی روحی مبارزی داشته باشن، بخوان حمله بکنن به این نرم های از پیش تعیین شده. وارد دنیای سینما و تئاتر شدم و اونجا نگاهها جوری بود که خب درسته توانایی داری برای چاقی، خب یه زن چاق نمیتونه بازیگر باشه از لحاظ تصویر، چون پشت تصویر انتخاب کننده ها لاغر دوست دارن و توانایی مهم نیست. اونجاهایی هم که توانایی میخوان میگن چشنوازی هم میخوان، که اونم فقط تو لاغری و نه هیچ چیز دیگه، و این ویران کننده است. اگر کسی هم میگه خب من میل شخصیمه یا دوست دارم که این کارو بکنم، بعد ببینی که واقعا به جز اینکه زیبا باشه چه آلترناتیو دیگه ای داره، چه در واقع امکان جایگزینی داره. من خیلی تلاش برای لاغری داشتم که همش ناموفق بود و هیچ کدومش به نتیجه مطلوب نمیرسید و با رها کردن رژیمم دوباره برمیگشتم به وزن سابقه. تصمیم گرفتم که اسلیپ کنم. مریضی که تا به حال رژیم نگرفته، ورزش نکرده و تلاشی برای چاقی انجام نداده، اگر فقط مستقیم بیاد عمل جراحی چاقی انجام بده، این جواب نمیگیره. نمیشه انکار کرد ما پزشکان خب تجاری هم داریم، ولی در هر صورت پزشکان آکادمیک و اساتید ما اون چیزی که در دانشگاه ها دارن به ما یاد میدن و هر روزه باهاش در تماس و تعامل هستیم، میبینیم که اقدامی که برای عملهای جراحی چاقی میخوان انجام بدن اصطلاحا بهش میگن کیس سلکشن. اون موقع پیش روانپزشک نرفتم، پیش هیچ جراح دیگه ای هم نرفتم. خواستم ببینم که اگر برگردی عقب بازم ممکن این کار بکنی؟ صد درصد. خب چرا با این همه عوارضی که داشته فکر میکنی؟ به خاطر اینکه وزنمو ثابت نگه داشته، ولی عوارض زیادی داشته. هی ریزش مو بود، دوم ریزش پوستم بود و سومش همه عصبانی بودم، خیلی عصبانی بودم چون نمیتونستم بخورم، اصلا احساس گشنگی نداشتم، کاهش وزن زیاد داشتم و معده‌ام از اون چیزی که باید کوچیک‌تر شده بود. بعد کاهش وزن زیاد یهویی با ریزش و افسردگی و اینا دل‌درده شدید می‌گرفتم. سوم ایمنی بود، من هنوز ایمنی خوبی ندارم، یعنی سری سرما می‌خورم، سری مریض می‌شم. عارضه‌های عمل به این صورت هستش که مرگ و میر در این نوع عمل‌ها جراحی در هر 1000 نفر 1 تا 2 نفره، خونریزی در هر 1000 نفر 13 نفره. به یه پزشک فوق تخصص گوارش که از دوستانمونه مراجعه کردم، گفتم میخوام عمل کنم، خستم از این وضعیت، به شدت مخالفت کرد. گفت نگاه نکن یه سری ها عمل میکنن میان میگن ما خیلی راضی بودیم، این کار خیلی جواب داده و ما سری لاغر شدیم و اینا. نه، خیلی خیلی خطرناکه، بازی با جونته. میدونی من چقدر آدم دیدم به خاطر این عمل مردن زیر دست بهترین جراحای ایران؟ اما راستش واقعا دلم میخواست عمل کنم و زود به نتیجه برسم. از این همه حرف و نگاه درباره چاقی خستم، اما چون دکتری که این حرف رو به من زد بسیار مورد اعتمادمه، من عمل نمیکنم.
اینکه چرا درمان ارزش خودش رو از دست داده، شاید باورتون نشه که عمل جراحی اسلیپ در بیمارستان دولتی در یک فردی که توسط استاد مطب‌دار عمل انجه، دستمزد استاد در این عمل چقدر؟ خود بیمار 20 میلیون و 500 هزار تومان تا اسفند 1402 پرداخت میکرده بابت یک عمل جراحی اسلیپ و تخصصی، اما به استاد قبل از مالیات 540 هزار تومان میرسید. شاید اصلا باورتون نشه و شاید هیچ کس این رو باور نکنه. به خاطر همینه که این درمان میتونم بهتون بگم که ارزشش از بین رفته و این انفجار اطلاعاتی هم باعث شده که مردم به این سمت و به سمت به هر حال تقاضایی که دارن از باب زیبایی بیشتر سوق پیدا بکنن. خیلی سخته، خیلی دردناکه که آدم چاق، مخصوصا زن چاق رو یه فرد دست چندم ببینم تو جامعه.